اعتصاب غذای 9 تن از زندانیان سیاسی زن در ابین، 66 روز اعتصاب غذای 4 زندانی سیاسی کرد در قزلحصار کرج، نگرانی عفو بین الملل از وضعیت 4 زندانی اعتصابی در قزلحصار کرج، اعتصاب غذای جمعی از زندانیان در زندان مراغه، بیانیه 7 تن از زندانیان سیاسی بند 350 ابین در محکومیت حمله موشکی به لیبرتی و اعتراض جمعی از دانشجویان دانشگاه آزاد شهر ری. 9 تن از زندانیان سیاسی زن در بند 350 زندان ابین در اعتراض به یورش وحشیانه یگان حفاظت زندان ابین اعتصاب غذا کردند. مهاجمان به بند زنان که شامل حدود 20 زن شکنجهگر بودند به بازرسی بدنی و ضرب و شتم و شکنجه روحی و روانی زندانیان سیاسی پرداختند. 26 تن از زندانیان سیاسی زندان گوهردشت کرج در بیانیه‌ای به یورش وحشیانه دشخیمان به زندانیان سیاسی زن در شکنجهگاه ابین اعتراض کردند. در قسمتی از این بیانیه آمده است: ما زندانیان سیاسی اعتراض خود را به این برخوردهای غیر انسانی وضعیت سلامتی زندانیانی که در بند زنان 350 زندان ابین در اعتصاب غذا به سر می‌برند ابراز می‌داریم. 4 زندانی سیاسی کرد در زندان قزلحصار کرج که زیر اعدام هستند روز چهارشنبه 18 دی ماه 66 روز اعتصاب غذای خود را سپری کردند. روز سه‌شنبه 17 دی حامد احمدی طی 2 نوبت و جمشید دهقانی از شدت ضعف بیهوش شدند. حامد احمدی به داخل سلول برگشت داده شد، اما جمشید دهقانی کماکان در بهداری زندان است. حامد احمدی مجدداً دچار خونریزی معده گردیده است. فشار خون این زندانیان بسیار پایین است. عفو بین الملل از وضعیت 4 زندانی کرد محکوم به اعدام که همکنون 66 روز است در زندان قزلحصار کرج در اعتصاب غذا به سر می‌برند ابراز نگرانی کرد. بنا به این گزارش، جمشید دهقانی و برادرش جهانگیر دهقانی به همراه حامد احمدی و کمال مولایی از 13 آبان ماه در اعتصاب غذا به سر می‌برند و وضعیتشان بحرانی است. طبق گزارش عفو بین الملل، این 4 زندانی از 9 دی ماه تا کنون بارها از هوش رفتند و به بهداری زندان منتقل شدند. عفو بین الملل به شکنجه این زندانیان در مدت محکومیت اشاره کرده است. بنا به گزارش‌های دریافتی، جمعی از زندانیان در زندان مراغه در اعتراض به عدم رسیدگی پزشکی و وضعیت غیر بهداشتی بندها اعتصاب غذا کردند. یک زندانی در زندان مراغه به دلیل عدم رسیدگی‌های پزشکی توسط دشخیمان جان باخت. وی اکبر گلیپور نام داشت و 43 ساله بود و روز یکشنبه 15 دی ماه در زندان جان سپرد. روزهای دوشنبه و سه‌شنبه 16 و 17 دی ماه خانواده‌های بازداشت شدگان بندرعباسی در مقابل دادگاه ارتجاع تجمع کردند و نسبت به بازداشت بدون دلیل فرزندانشان اعتراض کردند. 7 تن از زندانیان سیاسی بند 350 زندان ابین طی بیانیه‌ای حمله موشکی به کمپ لیبرتی را محکوم کردند. در قسمتی از این بیانیه آمده است: به نام شهیدان و به نام آزادی، ما امضا کنندگان ضمن محکومیت شدید این حمله وحشیانه از سازمان ملل، مجامع بین المللی و دولت‌ها، به ویژه دولت بی‌مسئولیت و بی‌عمل آمریکا، خواهان عمل کردن به تعهدات خود در قبال حفظ جان مجاهدین بی‌دفاع ساکن در کمپ لیبرتی و فشار به دولت خودفروخته جنایتکار و بحران‌زده مالکی برای متوقف کردن این حملات وحشیانه و آزادی 7 گروگان اسیر می‌باشیم. اسامی این زندانیان عبارتند از غلامرضا خسروی، اسقر قطان، مجید اسدی، هانی یازرلو، رضا اکبری منفرد، اسدالله هادی و محمد صائمی. جمعی از دانشجویان دانشگاه آزاد شهر ری در نبودن حداقل امکانات اولیه خدماتی و گرمایشی تجمع کردند. شماری از مردم شهر کرد صبح روز دوشنبه 16 دی ماه با وجود سرما و ریزش برف شدید در مقابل اداره گاز تجمع کردند و به افزایش هزینه گاز برای مشترکین اعتراض کردند. بیش از 250 نفر از کارگران شرکت تایت واتر در بندرعباس تجمع کردند و به واگذاری این شرکت و بیکار شدن کارگران اعتراض کردند.